پس از سوختن حدود 15 هکتار از جنگل‌های استان گلستان، سهل‌انگاری افراد محلی علت این آتش‌سوزی اعلام شده. مدیر حفاظت محیط زیست استان گلستان احتمال آتش‌سوزی عمدی توسط پیمانکاران ویلاسازی یا جاده‌کشی را هم رد نکرده، اما گفته هنوز نمی‌توان نظر قطعی داد. سازمان جهانی فاو سال گذشته اعلام کرد که هر ساله حدود 6500 هکتار از جنگل‌های ایران در اثر آتش‌سوزی نابود می‌شود. روی خط تلفن سام خسروی فرد، خبرنگار محیط زیست از مالزی با ماست. آقای خسروی فرد، هزینه زیست محیطی تخریب، یعنی آتش سوزی که باعث تخریب جنگل ها میشه، چقدر هست برای اون منطقه؟ ببینید، یک بحثی داریم ما به عنوان اقتصاد محیط زیست. متاسفانه هنوز در ایران این موضوع جوانی است، گرچه در دنیا موضوع اقتصاد محیط زیست موضوع جوانی هست، اما ارزش هر هکتار جنگل در شمال ایران یا حتی در غرب ایران یا حتی ارزش هر هکتار تالاب درست برآورد نشد. یک کار علمی نفسگیر و سختیه که باید تمام فاکتورهای زیست محیطی و حتی اقتصادی اجتماعی درش دیده بشه. بی تردید رقم بالایی است، ارزش زیادی است. شما در نظر بگیرید سیل هایی که اخیراً در استان گلستان شاید از سال 80-81 شروع شد و هر سال دو سه مورد سیل خانمان برانداز راهی شد و زندگی مردم مختل کرد، چه میزان خسارت وارد کرد؟ رقم چه رقمی هست؟ دلیل سیل چی بود؟ از بین رفتن جنگل‌ها و پوشش گیاهی و حتی خیلی چیزهای دیگه. یعنی چرخه طبیعت رو ما دست میبریم توش، طبیعت رو از بین میبریم، بعد در فکر این هستیم که خب توسعه دادیم، جاده کشیدیم، ویلا ساختیم و البته بعضیام دست‌های پشت پرده و دست‌های پنهان که هیچ وقت هم آشکار متأسفانه نمیشه از این قضیه منتفع میشن و دودش اتفاقا میره تو چشم همون افراد محلی که بانیان آتش‌سوزی، بانیان سیل تلقی میشن، در صورتی که اصلا افراد محلی نمیتونیم بگیم هیچ نقشی ندارن، ولی کمترین نقشو دارن. برخورد سازمان محیط زیست و مقام‌های مسئول با چنین اتفاقاتی چطور هست؟ آیا طوری برخورد میکنن که جلوی اتفاقات بعدی گرفته بشه به نوعی؟ من ارجاع میدم در جواب سوال شما به این نکته که جدیداً بخشنامه‌ای من روی وبلاگ‌های زیست محیطی ایران خوندم که بخشنامه‌ای سازمان محیط زیست صادر کرده به ادارات کل محیط زیست سراسر کشور و استان‌ها، ارسال کرده این بخشنامه رو که ظرف یک ماه به سوال وزارت صنایع و معادن مبنی بر قابلیت دار بودن زمین برای بارگذاری سند جواب بدن. شما فکر کنید که ظرف یک ماه باید یک کار علمی دقیق انجام بشه و جوابش در این بوروکراسی نفسگیر و وقتگیر ایران به سازمان و یا وزارتخانه مربوطه ارسال بشه. در غیر این صورت وزارتخانه مربوطه هر کاری دلش بخواهد انجام میده. معنیش اینه که سازمان محیط زیست تقریبا داره نقش منفعلانه بازی میکنه. چرا؟ چون مدیران علاقمند به محیط زیست نیستن. گرچه این روزها خبر خوشی شنیده میشود و شنیده شده است که معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست کسی هست که خودش از دلسوزان محیط زیسته، اما من خیلی بعید میدونم که با یه گل بهار بیاد. خیلی متشکرم از شما سام خسروی فرد، روزنامه‌نگار، روی خط تلفن با ما.